بسم الله الرحمن الرحيم تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك امر من قلبي ومثواي بارز سلام خدمت شما بینندگان محترم بارا في توفیق برداري برکات این ماه مبارک در این جمله به درگاه خدا مولا علیه السلام عرضه می دارد همون سه حالت و سه موضعی که خدا در برابر عبد در مناجات او دارد و اون سه موضع خدا این است که خدایا از باطن من آگاهی از نیاز من با خبری باطن و سرنوشت من رو میدانی فراز و نشیب عمر و زندگیم رو اطلاع داری حتی میدانی من الان از کجا میخواهم سخن با تو رو آغاز کنم و به چه چیزی بناس من تفوه کنم و چه کلامی رو بر سر زبانم به چرخانم همه اینها رو تا آگاهی خب علم خداوند به تمام حقایق در جزء کل هستی لازمه احاطه وجودی حق بر هستی هست خدا بر هستی احاطه دارد لازمه احاطه بر هستی این است که بایستی همه چیز رو بداند هم اندیشه و فکر من و هم باطن و زمیر من و هم اون چه در دلم می گذرد و هم نیاز و حاجت من اینها حقایق و واقعیت هایی در هستی هستند که لازمه احاطه ذات مقدس پروردگار بر تمام هستی علم و شناخت همه این مسائل و خصوصیات وجود بنده است خب اگر خدا نیاز رو میداند از باطن با خبر است اون حالت درماندگی و ناتوانی رو کاملا اطلاع دارد پس چرا ما باید دعا کنیم خب خدا خودش که میداند خودش نیاز من رو برطرف کند بنده او هستم او صاحب من مدیر من مربی من هست و اونچه که میداند بنابراین بایستی خلع و نقص مرا برطرف کند چرا من از او بخوام و من در درگاه او دعا کنم آنی تو که حال دل نادان دانی احوال دل شکست بالان دانی گر خانمت از سینه سوزان شنوی و دم نزنم زبان لالان دانی پس چرا اظهار حاجت و دعا دعا در مقام اظهار علم خبر دادن به خدا نیست در مقام اعلام به خدا ما دعا نمی کنیم بلکه دعا و ندا و مناجات ما درخواست پناه بردن به خداست که برای ایجاد آرامش و اطمینان در درون و باطن خود ما اثر دارد اون دغدغه باطنی و اون نگرانی و اضطراب بشر رو وادار می کند به یه جایی پناه ببرد به یک نقطه‌ای دستاویز بشود به یه حقیقتی پناهنده بشود اون خداست و این اظهار پناهندگی و اظهار دستاویزی به عنایت حق که به وسیله دعا صورت میگیرد، این باعث تأمین آرامش و اطمینان دل و قلب است که بنابراین مشکل او با این قضیه برطرف میشه و آرامش پیدا می کند دعا در حقیقت برای تأمین آرامش خود ماست ما خداوند متعال انشاءالله حال دعا و مناجات در این شبها و روزهای پر برکت به همه ما عنایت بفرماید